سرخط خبرها و مهمترین ها. جبهه مقاومت حملات طالبان بر پنجشیر در 3 استقامت شکست خورد. چالش فراروی طالبان، تقویت داعش و سایر گروه های جهادی. فهیم دشتی، طالبان به احمد مسعود چوکی پیشنهاد کردند. و همچنان در پایان مژده جمالزاده با تمام دار و ندارش در کنار احمد مسعود ایستاد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. اعضای جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر مدعی‌اند که حملات طالبان بر آن ولایت را که از استقامت‌های کوتل خواواک، جبل سراج و گلبهار راه‌اندازی شده بود در هم شکستند. فهیم دشتی عضو جبهه مقاومت روز چهارشنبه اول سپتامبر با ارسال یک پیام ویدئویی بر رسانه ها به زبان انگلیسی گفته است که در 24 ساعت گذشته طالبان از مسیر ولسوالی اندراب ولایت بغلان بر کوتل خواواک ولایت پنجشیر حملات را انجام دادند. آقای دشتی ادعا کرده است که در این حملات که طالبان حتی 1 کیلومتر هم پیشروی نداشتند، 40 جنگجوی طالبان کشته، 35 جنگجوی این گروه زخمی و 4 هاموی و 2 اراده موتر رنجر آن گروه از بین برده شده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفته است که جنگجویان این گروه در اطراف پنجشیر هدف حمله قرار گرفته و به گفته وی در این درگیری ها طالبان در مناطق از این ولایت پنجشیر پیشروی داشتند. آقای مجاهد گفته است آنها بالای مجاهدین ما حمله کرده بودند. مجاهدین ما در حومه ولایت پنجشیر هستند، ما را به واکنش مجبور ساختند. مجاهدین ما پیشروی هم دارند، خواواک گرفته شده، همچنان پوسته های مختلف در جبل سراج هم گرفته شده. اما فرماندهان جبهه مقاومت مردمی در اندراب و جبل سراج طالبان را به انجام حملات متهم می کنند، حملاتی که به گفته آنان با تلفات سنگین طالبان دفع شده است. یک فرمانده جبهه مقاومت که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفت که طالبان پس از چاشت چهارشنبه از مسیر گلبهار و جبل سراج نیز بر ولسوالی شوتل ولایت پنجشیر حملات را انجام دادند که در این نبرد 200 جنگجوی طالبان کشته و 60 جنگجوی آن گروه اسیر شدند. 3 منبع مختلف در ولسوالی های سیگانه اندراب، بنو، دیسلا و پل حصار به صدای امریکا گفتند که طالبان افزون بر این که از غیر نظامیان در این ولسوالی ها به صفت سپر انسانی استفاده می کنند، هر زمانی که تلفات می بینند به روستاها رفته اقدام به کشتار غیر نظامیان می کنند. چالش فراروی طالبان، تقویت داعش و سایر گروه های جهادی. VOA دری. در پی خروج کامل قوای خارجی از افغانستان، طالبان ابراز اطمینان کرده که توانایی شکست دادن گروه دولت اسلامی را در افغانستان دارند. پس از حمله هفته گذشته بر میدان هوایی کابل که در آن بیش از 160 شهروند افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شد، یک فرمانده طالبان به خبرنگاران در کابل گفت که این گروه آن گونه که ناتو را مجبور به خروج از افغانستان کرد، رقیبان خود به شمول داعش را قلعه و قمه خواهد کرد. برخی تحلیلگران پیش بینی میکنند که جنگ طالبان با شاخه خراسان، گروه دولت اسلامی یا داعش، طیف از گروه های بیرحم و جنگ دیده تندرو را که بر هیچ کس شفقت نخواهند داشت به مساف طالبان خواهد کشان. حتی پیش از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان، طالبان پس از تصرف کابل و دیگر ولایت ها شمار از فرماندهان ارشد شاخه خراسان داعش را که از سوی حکومت به رهبری محمد اشرف غنی زندانی شده بودند اعدام کردند که مولوی ضیاءالحق فرمانده ارشد پیشین داعش یکی از آنان بود. فهیم دشتی، طالبان به احمد مسعود چوکی پیشنهاد کردند، تسلیم نمی شویم. فهیم دشتی، یکی از سخنگویان جبهه مقاومت افغانستان، به پیام صوتی امیرخان متقی که از رهبران طالبان پاسخ داده است گفته است که طالبان پیشنهاد شخصی ارائه کردند. او میگوید ما از مذاکرات دنبال حل مشکلات اساسی مردم افغانستان بودیم، در حالی که طرف مقابل پیشنهادهای شخصی داشت. پیشنهاد حضور رهبر جبهه ملی مقاومت افغانستان در حکومت طالبان
یا دادن یک چوکی به جناب احمد مسعود یا پیشنهاد حفاظت از اموال و دارایی‌هایشان که در پیام صوتی هم متقی به این اشاره کرد و پاسخ رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان این بود که ما دنبال مسائل شخصی نیستیم، ما دنبال گرفتن مقام و موقف در حکومت نیستیم. در مورد دارایی‌ها گفت که من مال و دارایی شخصی در کابل ندارم، پدرم هم مال شخصی و دارایی در کابل نداشت، از پدرکلان‌های ما چیزهای باقی مانده که آن مربوط ورثه ما می شود. آقای دشتی در بخش دیگر از این پیام تاکید کرده است که پاسخ احمد مسعود در یک تماس دیگر به آقای متقی نیز دفاع از تمام افغانستان بوده است. وقت صحبت تلفنی داشت، امیرخان متقی با رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان احمد مسعود آنجا هم تهدید شد که ما جنگ میکنیم و جواب این بود که ما آماده دفاع هستیم، آماده دفاع پنجشیر، نه آماده دفاع افغانستان، ولی از جغرافیای بنام پنجشیر. در 4 روز گذشته انشالله به طرف مقابل ثابت شده باشد که با جنگ این مسئله را حل کرده نمیتواند. به نقل از فیسبوک رسمی شورای نظار، درود بر بانو مژده جمالزاده، هنرمند محبوب کشورمان که به عنوان نخستین هنرمند پرچم مقاومت ملی را در کانادا به حمایت جبهه مقاومت ملی زیر طالبانی به اهتزاز درآورد. لاوروف: روسیه امیدوار است که طالبان تهدیدات آغاز درگیری نظامی در پنجشیر را عملی نکنند. وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه 11 سپتامبر درباره وضعیت در ارتباط با پنجشیر گفت که از طالبان و دیگر قدرت‌ها در افغانستان می‌خواهیم برای تشکیل دولت مذاکره کنند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو امیدوار است که طالبان تهدیدات خود در رابطه با آغاز اقدامات نظامی علیه پنجشیر را عملی نکند و مذاکرات ادامه یابد. وای به خبرنگاران گفت امیدوارم که مذاکرات همچنان با راه حل گفتگوی خاتمه یابد و قطع نشود و همچنین تهدیدها در خصوص آغاز اقدامات نظامی عملی نشود. وزیر خارجه روسیه افزود از طالبان و دیگر قدرت‌ها در افغانستان می‌خواهیم برای تشکیل دولت مذاکره کنند. وای همچنان خاطر نشان کرد روسیه هنوز برنامه برای میانجیگری میان طالبان و دیگر قدرت‌ها در افغانستان ندارد. پیش از این شبکه الجزیره به نقل از یک عضو طالبان گزارش داد که این جنبش تصمیم گرفته که پس از ناموافق بودن مذاکرات با احمد مسعود علیه پنجشیر عملیات نظامی انجام دهد. ولایت پنجشیر تنها ولایت از افغانستان است که در پی تحولات اخیر هنوز به دست طالبان نیفتاده است. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.